بخشی از تحریم ها برگشته و تحریم های بانکی و نفتی هم 3 ماه دیگر برمیگردد. مقام های آمریکایی به ایران میگویند مذاکره کند. ایران میگوید نمیتواند به واشنگتن اعتماد کند. راهکار پیش روی ایران چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. حسن روحانی در یک مصاحبه تلویزیونی به مردم ایران گفت اگر با هم باشیم از تحریم عبور میکنیم. راهکارهایی هم داد که چطور دولتش قصد دارد هزینه کالاهای اساسی زندگی مردم را تامین کند و چطور تلاش میکند تا پایان امسال قیمتها بالا نرود. گویا اینکه همین حالا هم صحبت از تورم بالاست که ظرف هفته‌های اخیر به خاطر بالا رفتن قیمت ارز ایجاد شده. رئیس جمهور ایران در صحبت‌هایش اشاره کرد که تحریم‌هایی که آغاز شده از قبل اجرا می‌شده و به نوعی گفت که تحریم‌های اصلی تحریم‌های نفتی و بانکی است که قرار است از 3 ماه دیگر اجرا شود. در این برنامه این پرسیم تحریم‌هایی که از حالا آغاز شده چقدر تاثیرگذارند؟ این اشارات آقای روحانی به 3 ماه و 6 ماه دیگر به معنای چیست؟ آیا قرار است در این فاصله تغییری روی دهد؟ عبور از تحریم‌ها تا کی و چگونه است؟ آیا ایران می‌خواهد یا می‌تواند با تحریم‌ها به مدت طولانی کنار بیاید؟ اگر نه، آیا راه حل ایران مذاکره است؟ آیا مذاکره به شیوه‌ای که آمریکا از ایران می‌خواهد برای ایران ثمری دارد؟ در برنامه امروز 3 مهمان داریم. احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس ایران و از اعضای جبهه مشارکت از تهران با ماست. سلمان سیما تحلیلگر مسائل اقتصادی از سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران که پیشتر در ایران به خاطر فعالیت‌های سیاسی زندانی هم بوده از تورنتو با ماست و علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه شما آقایون. آقای شیرزاد، صحبت‌های دیروز آقای روحانی رو شنیدید، آیا شما اطمینان پیدا کردید که کشور در 6 ماه و 3 ماه آینده وضعیت مناسبی خواهد داشت، به لحاظ کالاهای اساسی مشکلی نخواهد داشت؟ به طور قطع ما با تورم روبرو بودیم در طول 2-3 ماه اخیر و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، ولی پیش بینی این هست که نرخ رشد تورم کمتر از این 1-2 ماه باشه. شوک اصلی رو ما پشت سر گذاشتیم و به نظر میاد که شوک‌های بعدی لااقل قابل پیش بینی هست، یعنی دولت غافلگیر نخواهد شد، با یه زمان بندی مشخصی میتونه به استقبال اونا بره و سناریوهای کافی برای مقابله با تحریم‌های بعدی وجود داره. ممکن است شما بفرمایید از صحبت آقای روحانی برداشتتون چی بود؟ این سناریوهایی که صحبتش هست چیا هست؟ چون به نظر میاد که آقای روحانی یک زمان بندی داره راجب 3 ماه و 6 ماه آینده، به نظر میاد که برنامه‌هایی در سر داره. شما از فحوای کلامش متوجه شدید که این برنامه‌ها احتمالاً چه خواهد بود؟ در بخش سیاست خارجی مهمترین مسئله اینه که ما مذاکره با اروپایی ها رو جلو ببریم و بتونیم تضمین های کافی از اروپایی ها بگیریم، اونا بتونن قدم های جدی بردارن و این قدم ها در عمل مؤثر بودنش رو نشون بده. و همچنین با چین مذاکرات مهمی شده، چینی ها قول همکاری دادن و هندی ها هم به همین ترتیب. روس ها که خب حالا در بخش نفت و اینها خریدار ما نبودن، ولی در مجموع در بخش سیاست خارجی مقدار این مذاکرات هست. در بخش مدیریت داخلی بحث مدیریت ارز هست، بحث این بازار ثانویه که به راه افتاده و خوشبختانه در چند روز اخیر نشون داده که میتونه نتایج مثبتی داشته باشه. در واقع ما با واقعیت‌های جدیدی در صحنه اقتصاد روبرو شدیم. نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر تغییر کرد، ولی این تغییر به نظر نمیرسه که با یه شوک جدیدی همراه باشه. اگر بتونن به خوبی این رو مدیریت بکنن با یک شیبی که حالا قابل پیش بینی هست و فعالان اقتصادی میتونن با اون برنامه‌های خودشون تنظیم بکنن، این ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین ببینید، بحث این نیست که آیا کشور ایران از تحریم‌های آمریکا آسیبی میبینه یا نمیبینه. آسیب دیده و خواهد هم دید، ولی بحث اینه آیا کمرش خواهد شکست؟ نه، به هیچ وجه کمر ایران نخواهد شکست و به نظر میرسه که میتونه با اقتدار و قدرت وایسه و این بحران ها رو پشت سر بگذاره. آقای سیما، نظر شما چیه؟ من همچون آقای شیرزاد خوشبین نیستم. یادآوری میکنم که وقتی که آقای روحانی به سر کار اومدن وعده ثبات نرخ ارز رو دادن فقط به عنوان یک مثال، امروز ببینیم که دلار حدود 9500 یه خورده بالاتر پایین تر
معامله میشه، یا هرچی که آقای روحانی گفتند دقیقا برعکسش اتفاق افتاد. ایشون برگشتن در وعده های انتخاباتیشون گفتن که هرگز در دولت من یک مأمور بی‌نام و نشان مزاحم جوانان نخواهد شد. دیدیم که گشت های ارشاد چه بر سر جوان ها آوردن. ماجرای شادی جوانان و گروه هپی ها بود که خود ایشون شادی رو ممنوع کردن. چیزی که من در با ایران صحبت کردم، از خانواده، اقوام، از شبکه های اجتماعی در دوستان میبینم، صحبت های دیشب آقای روحانی موجب اطمینان خاطر مردم نشده و اقتصاد هم با کسی شوخی نداره. یعنی همین امروز هم دولت آقای روحانی تصمیم بگیرن که تمام قواعد رو رعایت کنن و با فساد و اختلاس ها مبارزه بکنن، باز هم فرایندی زمان بر خواهد بود. آقای سما دقیقا راجع به همین، چون تخصص شما هست، این مثلا بازار ثانویه که دیشب آقای روحانی راجعش صحبت کرد و این طرح‌های اقتصادی که صحبتش رو کردن که برای ماهای آینده دارن، به خصوص برای اینکه تا قبل از فروردین سال آینده قیمت‌ها بیشتر نشه، به نظر شما چقدر کارایی دارن این طرح‌ها؟ به نظر من کارایی نخواهد داشت و خیلی هم سریع برگردم میگم، چون مشکل اقتصاد ایران همونطور که آقای شیرزاد هم اشاراتی داشتن فقط لحظه‌ای نمیتونه انجام بشه. شما ببینید مشکل با آمریکا باید حل بشه، یعنی مشکل سیاست بین‌المللی باید حل بشه، اطمینان به بازارها باید برگرده، نه تنها جلوی نوسان نرخ ارز باید گرفته شه که ما یک مرحله پیشتر هستیم، یعنی اصلا ثبات وجود نداره. یک وقتی هست قیمت دلار بالاست ولی خب ثابت، ثبات و اطمینان به بازار وجود داره، فعال اقتصادی میدونه چی کار کنه. ما امروز که فعال اقتصادی میخوابه فردا صبح بلند میشه با دلار چند نرخی مواجهه، با بخشنامه های جدید مواجهه و با عدم پیشبینی پذیر بودن بازار مواجه نیست. نمیدونه که این مواد اولیه رو که امروز وارد کرده میتونه فردا وارد بکنه یا نمیتونه فردا وارد بکنه. این هستش که نه تنها دولت آقای روحانی ثابت کرد که مدیریت اقتصادی در مدیریت اقتصادی کاملا ناتوان هست، بلکه در اطمینان بخشی به بازار هم ناتوان هست. و صحبت های دیشبش برای فعالین اقتصادی فکر نکنم که اطمینان بخش بوده باشه. بسیار خوب آقای واعظ، دیشب هم خود آقای روحانی اشاره کرد در صحبت هاش که در به لحاظ سیاسی خیلی قدم های خوبی برداشتن اروپایی ها، اما به لحاظ اقتصادی چندان به ما کمکی نشده. فکر میکنید که طرحهای اروپایی ها تا کجا میتونه از ایران حمایت بکنه؟ ببینید، همونطور که آقای روحانی هم گفتند، حمایت اروپا تا به این لحظه بیشتر سیاسی بوده و هنوز مشخص نیست که آیا بعضی از مکانیزم هایی که در حال حاضر اروپایی ها دارن روش کار میکنن، به عنوان مثال برای واردات، ادامه واردات نفت از ایران با استفاده شاید از حمایت سیستم بانکی چین و یا سیستم کشتیرانی روسیه یا لوله کشی های روسیه به سمت اروپا، آیا اینها واقعا تا نوامبر به نتیجه قطعی خواهد رسید یا نه، واقعا چندان مشخص نیست. اما ببینید، به هر حال از این 20 میلیارد 17 میلیاردی که بین ایران و اروپا تبادلات تجاری وجود داشت تا پیش از بازگشت تحریم ها، باید در نظر گرفت که به احتمال زیاد شاید 80% اون از بین خواهد رفت. 20% که باقی خواهد موند به هر حال شرکت های متوسط و کوچکتر هستند و این کفایت اون چیزی رو که دولت آقای روحانی به دنبالش هست از لحاظ اقتصادی نخواهد داد. ولی همونطور که به نظرم از فهمهای سخن آقای روحانی دیروز هم مشخص بود، نهایتا گزینه جایگزینش برای ایران چندان جذابیت بیشتری نداره و اون هم این هست که اگر ایران اروپا رو هم از دست بده و بخواد دوباره به هر حال به یک حالت رو در روی کامل با جامعه جهانی، نه فقط با آمریکا، برگرده و تحت منشور سازمان ملل تحت فصل 7ش به عنوان تهدید امنیت ملی برای دنیا به حساب بیاد، خب به هر حال شرایط برای ایران دشوارتر خواهد شد. باعث ممکنه این بخش رو برای ما بیشتر باز بکنیم، برای اینکه من دائما آدم میشنوه که خب بابا قبلا آمریکا همیشه ایران رو تحریم کرده بوده از سالهای آغازین انقلاب. چه اتفاقی افتاد در بعد از تحریم هایی که آقای اوباما از سال 90 وضع کرد که شرایط الان به گونه‌ای شده که ایران با هیچ شرکت اروپایی نمیتونه کار بکنه اگر شرکت با آمریکا هم همکاری داره؟
ببینید دو اتفاق افتاده، یکی این که تحریم‌های فراملی آمریکا که در اواخر دهه 90 بر ایران اعمال شدند به این معنا که اگر کمپانی یک کشور ثالث با ایران وارد هر گونه معامله می‌شد اون کمپانی مورد جریمه قرار می‌گرفت. با تحریم‌های ثانویه آمریکا که از اواخر دهه از اوایل سال‌های 2000 در واقع اینها اعمال شدند متفاوت هستند. تحریم‌های ثانویه بسیار قدرتمندتر هستند برای اینکه در واقع به کمپانی های کشورهای ثالث خواهند گفت که شما باید انتخاب کنید یا بین معامله با ایران یا دسترسی به بازار آمریکا که برای بسیاری از کشورها، کمپانی ها و بانک ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان. و اتفاق دومی هم که افتاده سیطره بسیار بیشتر آمریکا بر سیستم بانکی جهانی هست و این دو باعث شده که تحریم‌های آمریکا حتی به تنهایی از تأثیر بسیار بیشتری برخوردار باشن نسبت به گذشته. آقای شیرزاد، شما گفتید که این تحریم‌ها به ایران صدمه میزنه اما کمر ایران رو نخواهد شکست، اما آیا بازه زمانی براش قائل هستید؟ ایران تا کی و چقدر میتونه مقابل تحریم‌هایی که به هر حال تحریم‌های گزنده‌ای هستند مقاومت کنه؟ ببینید یک فرق اساسی هست بین اون روشی که در دولت‌های پیشین آمریکا به کار گرفته شد، از زمان آقای بوش شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد خصوص در زمان آقای اوباما، و آنچه که در الان داره اتفاق میفته. آقای اوباما و در طول دولت 8 سالش فشارهایی بر ایران رو به تدریج آغاز کرد و سعی کرد این رو با یک اجماع جهانی همراه بکنه و خب خیلی صبورانه چند سالی صبر کرد تا این یواش یواش ایران رو به جایی رسون که خب واقعا ادامه اون وضعیت خیلی مشکل بود. الان آقای ترامپ کاملا شیوه برعکس گرفته. آقای ترامپ لحاظ روانشناسی خیلی شبیه آقای احمدی نژاد، یعنی دنبال یک روشی است که آنی و فوری نتیجه بده و خیلی هم بی صبر و بی تابه. برای همین خیلی سریع اومد به طور یک جانبه اعلام تحریم کرد، خیلی هم در صدد این که دیگران رو با خودش همراه بکنه نبود، به حرف دیگران هم وقت ننهاد و نهایتا تحریم ها رو شروع کرد و دور جدید خروج از برجام رو شروع کرد. این شتاب زدگی آقای ترامپ رو شما همین الان در اظهاراتی که هفته گذشته صورت داد میبینید. قرار بود بالاخره 12 تا شرط اومد با اون تمطراق آقای پومپئو مطرح کرد و گفت نه، تا وقتی که این 12 شرط قبول نکنید اصلا مذاکره ای در کار نیست. بعد دیدیم چقدر مشتاقانه و شتاب زده آقای ترامپ اومد عکس این حرفا رو زد، دوباره آقای پومپئو درستش کرد و بعد باز یه جور دیگه. این نشون میده که اون سناریویی که مد نظر آقای ترامپ هست و الان برنامه دولت آمریکا است یه نوع سناریوی اسرائیلی به اصطلاح، یعنی یک هجوم بسیار شدید و سریع تو هم با تهدید شدید و نتیجه گیری سریع. یعنی مذاکره در کار نیست، مذاکره فقط ظاهرش هست، درسته؟ نه، مذاکره هم در کار هست. اون سبک کاری که با کره شمالی کرد رو خیلی میپسنده. یعنی با یک فشار شدید و ناگهانی بیاد و ایران رو بنشونه سری میز مذاکره و توجیه بکنه همه کاری که کرده. اون چی که به نظر من پادزهر اقدامات آقای ترامپ هست همینه که یه مقداری بتونی مسئله رو به تعویق بندازی. من بسیار بعید میدونم که اگه 6 ماه یک سال بگذره آقای ترامپ در برابر کنگره حرفی برای زدن داشته باشه، در برابر رقبای اروپایی حرفی برای زدن داشته باشه و قطعاً توی این روشش با شکست قطعی روبرو خواهد شد. بنابراین ببینید ما مسئلهمون در ایران این نیست که خودمون رو برای تحریم 7-8 ساله بخوایم آماده بکنیم. بله قطعاً تحریم‌های 7-8 ساله مسئله مشکلی هست و برای ما بسیار خطرناک خواهد بود. آنچه که در مقابل دولت ترامپ الان روی در مقابل ما هست اینه که این پیروزی سریع و کوتاه مدتی که آقای ترامپ دنبالش هست. آقای ترامپ ببینید آدم رسانه‌ایه، خیلی دوست داره که جلوی دوربین ها حرفی برای زدن داشته باشه، برای همین عجله داره، واقعا خیلی عجله داره. ما اگر بتونیم واقعا مدت کوتاهی رو دووم بیاریم که این به نظر من به سادگی قابل شدن هست، هر چند که هزینه هایی داره ولی بالاخره هر کاری برای خودش هزینه ای داره، قطعا آقای ترامپ حرفی نداره که بزنه که چرا این کار رو شروع کرد. ببینید مخالفین آقای ترامپ میگن آقا شما پیمان امضا شده رو اومدی شکستی، در مقابل چی میخواد بگه؟ آقای ترامپ میخواد بلافاصله به یه نتیجه گیری در میز مذاکره برسه، بگه بله ببینید
من اومدم ایرانی ها رو کمرشون رو شکستم، نشستن سر میز مذاکره و حالا شرایط خودم رو تحمیل کردم. اون چیزیست که ایشون میخواد و به نظر من نه، ایران اصلا با یک مسئله تحریم های خیلی دراز مدت روبرو نیست. مدتی اگر بگذره قطعا شرایط عوض خواهد شد. آقای شیرزاد، آقای سیما میگن که باید مقاومت بکنه ایران برای یه مدتی و بعد شاید شرایط بهتر بشه. از طرف دیگه میدونیم که این بار آقای ترامپ این همراهی رو نداره. به طور مشخص کشورهای اروپایی به لحاظ سیاسی دست کم بسیار مخالف هستن با این وضعیت. آیا فکر میکنید آقای ترامپ به اون نتایجی که میخواد بتونه برسه؟ من مایلم یه نکته رو خیلی مشخص بگم که حداقل در صحبت‌های خودم مشخص باشه. بنده بین ایران و مردم عزیزش به اون 80 میلیونی که در فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی میکنن با جمهوری اسلامی ایران تفاوت قائلم. یعنی چیزی که آقای شیرزاد به نام ایران نام میبرند رو بهتر بگیم که اسمش جمهوری اسلامی هست، یک رژیم و یک باند تبهکار و یک به قول گفته میشه یک فرقه تبهکاری که کشور رو در حال چپاول کشور. آقای ترامپ این شعارا که قرار نیست روش بحث بشه که نه این شعار نیستش، این حرف مردم. آقای شیرزاد من سکوت کردم، شما هم اجازه بدید من صحبتامو بگم. من مجدد سکوت میکنم که شما حرفاتون رو بفرمایید. ببینید آقای ترامپ هر وقت من اینجا به عنوان یک ایرانی اول از همه وظیفه خودم میدونم که از منافع ملی مردم و کشورم دفاع بکنم، نه از منافع حکومتم و نه از منافع آمریکا. اما آقای ترامپ هر صحبتی که کرده تونسته انجام بده. آقای ترامپ که تونسته کره شمالی رو به پای میز مذاکره آورد و در مدت زمان کوتاهی هم آورد، کمترین نرخ بیکاری رو در آمریکا شاهدیم، هر وعده‌ای که بهش داده تقریبا به یک جامعه عمل پوشونده و من تعجب میکنم که آقای شیرزاد چجوری مثلا یک رئیس جمهوری که در یک انتخابات آزاد روی کار اومده رو با احمدی نژادی مقایسه میکنه که خود آقای شیرزاد به اون انتخاباتی که احمدی نژاد برگزیده شد تا جایی که حافظه من یاری میکنه معترض بودن. بله ببینید، ایستادگی و مقاومت جلوی تحریم ها شاید در کوتاه مدت جواب بده، ولی عجیبه که عجیب ملت، عجیب مردمانی که در بسیاری از شهرها آب آشامیدنی ندارن، نان شب برای خوردن ندارن. صحیح. من خواهش میکنم دوستان از اون فضای فکری و از اون اوتوپیا و لالالندی که در اصطلاح برای خوشاخن بیان و ببینن که مردم در چه فقر و فلاکت و بدبختی زندگی میکنن. چجوری که آیه شیرزاد و برخی از دوستان پیشنهاد دیدن که یه مدت صبر بکنیم، اومدیم انتخابات میان دوره کنگره یا دموکرات ها برنده شدن اکثریت سنا رو در اختیار گرفتن یا جمهوری خواه ها، فکر کردیم که مثلا در آمریکا خیلی کنفیکون اتفاق میفته یا مثلا اون آمریکایی دلش بس بذارید آقای شیرزاد هم پاسخ بدن چون آقای واعظ به نظر خیلی ساکت میرسن. آقای شیرزاد شما بفرمایید اگه ممکنه کوتاه که من بتونم سوالم از آقای واعظ هم بپرسم. بله ببینید، من فکر میکنم ما اینجا در ایران همین الان من گرمای تهران رسیدم اینجا خیلی بهتر درک میکنیم که واقعا مردم که آب ندارن و نان ندارن چگونه زندگی میکنن. مطمئن باشید که درک ما از مشکلات مردم کم از آقای سیما نیستش، ولی ببینید بحث این هست که هر چیزی هزینه خودشو داره. ما در مذاکراتی که صورت گرفته اومدیم 4-5 سال مذاکره کردیم با آمریکایی ها، یه پیمانی رو امضا کردن و بعد زدن زیرش. بنابراین اونچه که برای ما مطرحه اینه که ما نمیتونیم ملعبه دست آقای ترامپ باشیم. آقای ترامپ یه روز میاد پیمانی که امضای دولت آمریکا زیرش هست رو به اصطلاح پاره میکنه، حالا سمبولیک پاره میکنه و میگه حالا بیاید شرایط جدید با شرایط جدید با من مذاکره بکنید. صحیح. بنابراین نه اینطور نیست که واقعا هر چی که آقای ترامپ اراده بکنه بشه. متشکرم. حالا در دنیا هیچ دیکتاتوری نیومده که بتونه هر چی اراده میکنه انجام بده. من یعنی از آقای ترامپ خواهش میکنم بحث ما در این برنامه در مورد شخصیت آقای ترامپ بیام و اینکه آقای ترامپ کی هست نیست، در مورد وضعیت ایران اجازه بدین از آقای واعظ من این سوال رو بپرسم. آقای واعظ، مشخص هست که به هر حال یک گزینه مذاکره هست. آیا شما نشانه هایی میبینید که واقعا آمریکا علاقمند به مذاکره باشه و در طرف مقابل آیا در ایران چنین خواسته ای میبینید در صحبت های مقامات دست کم؟
ببینید در آمریکا یک شکاف وجود داره به نظر من در دولت آمریکا بین شخص آقای ترامپ و دولت ایشون، دوروبری‌های ایشون. به گمان من شخص آقای ترامپ بسیار مایل هستند به اینکه با ایران به مذاکره بپردازند و به توافقی دست پیدا کنند که به گمان ایشون یک توافق تاریخی خواهد بود و توافقی جامع‌تر از اون توافقی است که آقای اوباما به اون دست پیدا کردند و با یک تیر بسیاری از مسائل خاورمیانه رو از یمن تا سوریه بتونن حل بکنن. به نظر من این بسیار برای آقای ترامپ به عنوان شخصی که خودش رو یک مذاکره کننده قهار میدونه جذبه داره. مشکل این هست که در دوروبر ایشون، حتی در اعضای خانواده ایشون، هیچ کسی این انگیزه رو درش سهیم نیست و بیشتر به نظر میاد که در شرایط فعلی به دنبال تغییر رژیم در ایران و یا تضعیف جمهوری اسلامی هستند. ببینید اعتراضاتی هم که صورت گرفته و تأثیر اقتصادی هم که شوک اولیه تحریم ها تا به حال بر ایران داشته، در واقع بسیاری رو در واشنگتن به این نتیجه رسونده که این سیاست داره کار میکنه و به زودی نتیجه خواهد داد. جالب هست برای اینکه آقای روحانی هم دیشب به همین موضوع اشاره کرد و به طور مبسوط گفت که اصلا زمانبندی اعتراضات منطبق هست با تصمیم هایی که آقای ترامپ در مورد تحریم ها گرفته و به نوعی نتیجه گیری کرد که اینها همه دارن دست به دست هم میدن که اونطور که آقای ظریف میگه هدفشون هم ایران هست. بگذارید یک بار دیگه از آقای شیرزاد این رو بپرسم. آقای شیرزاد، چقدر واقعا فکر میکنید که برای مقام های ایران در شرایط فعلی مسئله مذاکره یک راه حل هست؟ میدونیم که گفته میشه که مذاکراتی همواره پشت پرده در جریان هست، نمیتونیم اونها رو تایید یا تکذیب بکنیم، اما شما چقدر میبینید که مقام ها در ایران تن بدن به یک مذاکره دیگه؟ میبینید مذاکرات پشت پرده، حالا عواملی مثلا دولت عمان برویات، این خب همیشه بوده و تا وقتی که دو طرف پشت یه میز نشینن خیلی قابل اتفاق نیستش. ولی مذاکرات رسمی هیچ تابویی الان نداره. این تابو شکسته شده، 7-8 سال پیش هم شکسته شده. یعنی ما در جریان برجام به خصوص نشستیم با وزیر خارجه ما، با وزیر خارجه آمریکا نشسته. بنابراین بحث این نیست که کسی بگه وزرای خارجه با هم نشینن صحبت کنن. موضوع اینه که راجع به چی صحبت بکنن. ما وقتی توی برجام وارد مذاکره شدیم، خب بحث مشخص برنامه هسته ایران بود، پیشنهاداتی از اون طرف بود، پیشنهاداتی از این طرف. ولی این به نتیجه رسیده، این نکته رو باید توجه بکنیم، این به نتیجه رسیده. طرفین امضا کردن، قطعنامه سازمان ملل پشت سرش اومده و دنیا روی یک محل جدید ایستاده. الان بحث اینه که خب آقای ترامپ که بیایم راجع به چی صحبت کنیم، میگه راجع به معاهده که پاره کردم، خب چه صحبتی میخواد بکنه؟ شرایط جدید چی هست؟ بنابراین مسلمه که در ایران هیچ کس آمادگی برای این مذاکرات نداره. و یه بحث دیگه هم که هست اینه که واقعا الان جنگ پرستیژه. به نظر بعضی در ایران میگن که شما اگه برید بشینید با آقای ترامپ صحبت بکنید، همون چیزا رو و حتی بهتر از اونا رو بنویسید، ترامپ امضا میکنه. ممکنه واقعا روانشناسی آقای ترامپ این باشه، ولی بحث اینه که الان آقای ترامپ دنبال تحقیر ملت ایران هست و قطعا ایرانی ها نشون دادن که به هیچ وزیر بار تحقیر نمیرن. حالا آقای سیما میگن که اینم ایران فرق میکنه، رهبران اینا فرق میکنه، ولی مطمئن باشید که هر ایرانی برای غرور ملیش ارزش قائله. حالا بعضی از دوستان رفتن، اجازه بدید آقای سیما پاسخ بدن آقای شیرزاد اگه ممکن. ولی به هر حال برام تموم کنم، به هر حال هر ایرانی برای غرور ملیش ارزش قائله و من فکر میکنم هدف آقای ترامپ اینه که الان اینجا صرفا پرستیژ ایران رو خرد بکنه و ایرانی ها رو غرورشون لطمه‌دار کنه. من بعید میدونم در ایران هیچ مقامی حاضر باشه تن به این کار بده. بله. و قطعا از طرف همه لاغر جنای سیاسی در ایران مورد شماتت قرار خواهد گرفت. آقای سیما اگه ممکنه کوتاه بفرمایید. کاملا با آقای شیرزاد موافقم که ایرانی ها زیر بار تحقیرش غرور ملیش نخواهند در و هیچ چیزی بیشتر از استمرار جمهوری اسلامی و غرور ملی ایرانی ها رو تحقیر نمی کنه. یا نکته که میخواستم بگم این بود خانم قاضی‌زاده، شما خودتون یک بار حرفای آقای ظریف و روحانی رو تکرار میکنید، آقای واعظ هم یک بار دیگه تکرار میکنه، آقای شیرزاد هم به نوع دیگه تکرار میکنه و نوبت به من که میرسه درخواست میکنید که کوتاه‌تر صحبت کنم. باشه من کوتاه‌تر صحبت میکنم، ولی این رو هم در نظر بگیریم که
برجام یک معاهده بین دولت آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی نبود، یک قول و قراری بود بین بال چپ حزب دموکرات و آقای اوباما با جمهوری اسلامی ایران و حتی مصوبه سنای آمریکا رو هم نداشت. از سوی دیگه اگر که ما اصلا قبول بکنیم که آمریکا بد عهدی کرده یا خوش عهدی کرده، این مسئله مسئله ما نیستش. 12 تا شرط، 12 تا خواسته آقای پومپئو روی میز گذاشته. سوال من اینه کدوم یکی از اون 12 تا شرط خلاف منافع ملی مردم ایران هست؟ آیا منافع ملی ما در حمایت از فلسطین و سوریه و لبنان و یمنه؟ آیا منافع ملی ما همچنان در گفتن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا؟ آقای سیما وقت تمام هست، اجازه بدید من از آقای واعظ خواهش کنم چون ایشون 30 ثانیه جمع‌بندی کنم. آقای واعظ بفرمایید. ببینید من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای روحانی و ظریف هزینه سیاسی زیادی در داخل پرداخت کردن برای مذاکره برجام که به هر حال امروز فرجام چندان خوشی نداشته، نمیشه تصور کرد که تا زمانی که آقای ترامپ که این توافق رو پاره کرده همچنان بر سر قدرت هست واقعا مذاکره جدی صورت بگیره. همونطور که از صحبت آقای شیرزاد هم مشخص بود، به نظر میاد که واقعا در تهران به این نتیجه رسیدند که بهترین راه صبر کردن برای این هست که دولت آقای ترامپ در سال 2020 به پایان برسه. در سال 2020 اگر رئیس جمهور دیگه در آمریکا بر سر کار بیاد، میشه تصور کرد که دولت آقای روحانی وارد مذاکرات جدیدی بشه. در غیر این صورت باید تا سال 2021 که رئیس جمهور جدیدی در ایران بر سر کار خواهد اومد صبر کرد و حالا یا دور دوم آقای ترامپ یا رئیس جمهور دیگری در آمریکا. ولی به هر حال در یک زمانی در عرض چند سال آینده حتما باید مذاکرات مجددی صورت بگیره برای اینکه تحریم‌هایی که امروز برگشتن مجدداً در واقع رفع تحریم صورت بگیره و برای این اقدام باید از حالا فکر کرد که چه طرفین چه امتیازهایی رو میتونن روی میز بذارن تا نهایتاً بتونن به یک توافق پایدارتر برسن. بسیار متشکرم از هر سه شما آقایون. ممنونم که با صفحه دو این هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی فضای مجازی روی فیسبوک، روی توییتر و روی تلگرام لینک هاش رو پیدا کنید و ببینید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.